و حاصل خشونت ها و بیرحمی ها افزوده شدن ناراضی ها و انتقام خواهان و برگشت کنندگان از انقلاب و دین و دین است و حیثیت و حقانیت اسلام که در دنیا لکه‌دار می شود. آقای عطاریان صمیمانه راجع به انتخابات مجلس آینده میخواهم صحبت کنم. نهضت آزادی اولین گروهی خواهد بود که به مقابله با استبداد و رجعت طاغوت خواهد پرداخت. اگر ما مجلس آزاد مستقلی نداشته باشیم که متعلق و منبعث از تمام ملت باشد، دیر یا زود جمهوری اسلامی مانند سلف خود مشروطیت سلطنتی با حفظ صورت و عنوان تبدیل به نوعی استبداد و نظام طاغوتی متکی به استیلای خارجی خواهد شد. همیشه و در همه جای دنیا استبداد از روزی شروع شده است که یک شاه، یک خاندان، یک طبقه و حتی یک مکتب خواسته است ولو با حسن نیت و به قصد خدمت خود را یگان مالک، یگان مسئول و یگان مأمور بر سایرین تصور و بر جامعه تحمیل نموده وقعی به رضایت و رأی مردم ننهد. انتخابات واقع آزاد این است که اسمن و رسمن به دور از تبعیض و تظاهر و از همکنون که چند ماه به زمان انتخابات مانده است اعلام و اجرای آزادی گردیده، اجازه نطق و نوشتن و گرد آمدن اونطور که قانون اساسی و قانون مطبوعات مقرر داشته است به موافق و مخالف داده شود. همه افراد ملت در اظهار عقیده و انتقاد و اعتراض و در انتخاب نمایندگان خود آزاد باشند و از تهمت و تهدید و بفرمایید